سلام میکنم خدمت شما عزیزان خداوند، با یک لایو دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم تا یک شب پرستش دیگه با هم دیگه داشته باشیم و خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته میتونیم این لایو رو داشته باشیم و یک قسمت زیبا از کلام خداوند رو برای شما عزیزان آماده کردم تا برای شما بخونم و امیدوارم از آیات کلام زنده خداوند برکت بگیریم و در شما و در زندگی شما برکت باشه. همچنین این قسمت زیبا رو از کتاب خلوتگاه برای شما آماده کردم که قراره ببینیم امروز امشب چه داستانی رو قراره از این کتاب بخونیم و چه درس زیبایی رو برای ما داره و چه برکتی قراره بگیریم. همونطور که میدونید داستانهایی که کتاب خلوتگاه با ما در میون میذاره در واقع یک بخش مهم از کلام خداوند رو به شکل زندگی روزانه ما و به شکل یک داستان کوتاه داره برای ما مطرح میکنه تا بتونیم بهتر ارتباط بگیریم و بتونیم اون رو در زندگیمون استفاده کنیم. ای شبان اعظم گله خداوند عیسی، داماد پرجلال سماوی بهر کلیسا. خب مزمونی که میخوام برای شما عزیزان بخونم مزمور 116 هست که شما عزیزان میتونین کلام کتاب مقدساتون رو باز کنین یا اگر که دوست دارین فقط گوشها رو اینجا بسپارین و از کلام خداوند برکت بگیرین. آیات 1 تا 19 رو میخونم و امیدوارم برکت بگیریم. عنوان خیلی زیبایی داره که هست شکرگزاری برای رهایی از مرگ. خداوند را دوست دارم زیرا او دعا و التماس مرا میشنود. او به دعای من گوش میدهد، پس تا پایان عمرم به درگاهش دعا خواهم کرد. خطر مرگ از هر سو مرا احاطه کرد و فکر رفتن به گور مرا به وحشت انداخت و درد و رنج وجودم را فرا گرفت و فکر رفتن به گور مرا به وحشت انداخت و درد و رنج وجودم را فرا گرفت. آنگاه به حضور خداوند دعا کردم و گفتم خداوندا، از تو تمنا می کنم که مرا نجات بده. خداوند نیکو و مهربان است، خدای ما بسیار رحیم است. خداوند از بینوایان حمایت می کند، وقتی من در خطر بودم او نجاتم داد. ای جان من اکنون آرام باش، زیرا خداوند با من مهربان است. خداوند مرا از مرگ نجات بخشید و عشق را از چشمانم پاک کرد و پاهایم را از لغزش نگاه داشت. پس تا زنده ام در حضور خداوند راه خواهم رفت. حتی وقتی به خود گفتم که من به کلی نابود شدم و در نهایت ترس گفتم که بر هیچ کس نباید اعتماد کرد، ایمان خود را حفظ نمودم. در مقابل تمام احسانهای خداوند چه چیز به او تقدیم کنم؟ پیاله نجات را برخواهم داشت و نام خداوند را سپاس خواهم گفت. آنچه را که برای خداوند نذر کرده بودم در حضور همه مردم به او ادا خواهم کرد. مرگ مؤمنین برای خداوند بسیار ناگوار است. خداوندا، من بنده تو، پسر تو و فرزند کنیز تو هستم. تو مرا از بندهایم رهایی دادی. پس قربانی شکرگزاری به پیشگاهت تقدیم خواهم کرد و نام تو را ستایش خواهم کرد. در معبد بزرگ تو در اورشلیم و در حضور همه قوم تو نذرهای خود را به تو ادا خواهم کرد. خداوند را سپاس باد. خوش آمد میگم خدمت شما عزیزان که به این لایو اومدین و مزمور 116 رو خوندم، آیات 1 تا 19. اگر که دوست داریم میتونیم بعدا خودتون مزمور رو بخونیم و خیلی مزمور زیبایی هست و چقدر ما اینجا یک
قلب صادق و یه قلب با ایمان میبینیم. هم از دردش میگه، هم از سختیش میگه، هم از شرایطش برای خداوند میگه و بعد هم ایمانش رو اعلام میکنه. میگه خداوند و شرایطم سخته، خداوند را احساس میکنم که دارم نابود میشم، احساس ترس میکنم، احساس ناامیدی میکنم، احساس سختی و همین چیزهایی که احساساتی که توی سختی دوچارش میشیم رو داره راجع به اونها میگه و در نهایت میگه خداوند و اما ایمان من به توه، اعتماد من به توه. و این چقدر زیباست و این یک درس بزرگ به ما میده که ما هم زمانی که به حضور خداوند میریم و با خداوند صحبت میکنیم باید در صداقت و راستی قلبمون رو برای خداوند باز کنیم و حقیقتاً هیچ کس صبورتر، هیچ کس رحیمتر و هیچ شخصی با محبتتر و مهربانتر از خداوند نیست که بخواد به سخنان ما گوش بده و اون دردها و ناله های ما رو میبینه و میشنوه. و همچنین میدونیم که تنها خداونده که قوت و قدرت کامل رو داره که بخواد به دردها و سختی های ما رسیدگی کنه و ما رو از سختی ها و این دردها عبور بده. پس خوبه که تکیه‌مون همیشه بر خداوند باشه، اعتمادمون به خداوند باشه و با ایمان به اون جلو بریم، چون سختی‌ها و درد و رنج در این دنیا وجود داره. این زندگی مثل دریا میمونه، بعضی وقتا آروم اما بعضی وقتا متلاطمه و موج‌های بزرگ و کوچیکه که میان و سختی‌های زندگی برای ما مثل همین دریا هست و سختی‌ها و درد و رنج مال این زندگی هست و هیچ شخصی نیست که حقیقتاً بتونه بگه که من هیچ درد و سختی و رنجی توی زندگی نداشتم، ندارم و نخواهم داشت. اما خوبه که در تمام این سختی‌ها، در تمام این درد و رنج‌ها بدونیم که اعتماد ما، ایمان ما بر کجاست و تکیه ما بر چه شخصیه. خب قسمتی که از کتاب خلوتگاه برای شما آماده کردم یک داستان خیلی زیباست و به رومیان پس ترجمه 28 اشاره میکنه، میگه و میدانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست میدارند و به حسب اراده او و به حسب اراده او خوانده شده اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشند. فکر میکنم رومیان فصل 8 آیه 28 باشه، یا بذارید چک کنم که آدرس و اشتباه به شما عزیزان نگم. رومیان 8، بله درسته، رومیان فصل 8 آیه 28 هست این آیه، اگر بذارید یاد داشت کنی و داشته باشی. و حالا داستان این قسمت چیه؟ میگه گنجشک به خدا گفت لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگیم، سرپناه بی کسی هم بود، طوفان تو آن را از من گرفت. بعد داستان راجع به گنجشکه که اون لونه اون خونش رو از دست داده و حالا داره به خداوند میگه که من بشه لونه کوچیک داشتم و طوفان تو اومد و لونه رو ازم گرفت. میگه حالا گنجشکه هنوز داره صحبت میکنه، میگه کجای دنیای تو رو گرفته بودم؟ خداوند پاسخ داد ماری در راه لانه ات بود، تو در خواب بودی، باد را گفتم که لانه ات را واژگون کند، آنگاه تو از کمین مار پر گشودی. چه بسیار بلاها که از تو به واسطه دور کردم و تو ندانسته به دشمنیم برخواستی. قصه ساده و کودکانه اما به لحاظ روحانی عمیق و حقیقی است. در قرائت امروز ملاحظه می نماییم که حزقیال پادشاه که مرد عادلی نیز بود از خداوند طلب عمر و سلامتی می نماید. خداوند نیز 15 سال به عمرش می افزاید. اگرچه او از این عمل خداوند خوشحال است و گویی مراتب قدردانی خود را به شکل جملاتی مزمورگونه تا انتهای باب ارائه می دهد. اما همه ما می دانیم که در همین ایام فرزندی از او متولد شد به نام منسی
که یکی از بدترین پادشاهان بود که گناهان بسیار و تمرد بسیاری از او دیده شد. همانطور که ملاحظه می‌کنید، خداوند مقرر نموده که این داستان نوشته شود تا بدانیم خداوند خیریت ما را می‌خواهد. و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. رومیان 8:28. بنابراین باید در قضاوت‌های ما نسبت به اعمال خداوند کمی مراقب باشیم. او خدایی است که همه چیز را برای خیریت ما می‌خواهد. بهتر است قبل از اینکه قضاوتی انسانی را اتخاذ نماییم، با ایمان به خدا و اراده حکیمانه او اعتماد کنیم و از امانت و محبت او اطمینان داشته باشیم. خیلی داستان زیبایی بود و خیلی وقتا این تجربه رو ممکنه که داشتید، ممکنه که الان درش هستید و امیدوارم که در آینده با شنیدن این داستان کم این تجربه رو نداشته باشین که خیلی وقتا توی سختی ها مشکلات ما خداوند رو مقصر بر اتفاقی میدونیم که توی زندگیمون افتاده و این به این دلیل هست که ما شناخت کافی از عشق و محبت خداوند نداریم نسبت به خودمون. ما نمیدونیم که چقدر برای خداوند با ارزش هستیم. ما نمیدونیم که خداوند چه کارهای با ارزشی رو در ما و در زندگی ما انجام داده. فراموش نکنیم خداوند همون خدایی که به خاطر گناهان ما بر روی صلیب رفت، خونش ریخته شد، تا امروز مایی که در واقع در مسیر هلاکت بودیم و داشتیم مسیر مرگ رو، مرگ ابدی رو پیش می رفتیم، امروز بتونیم به واسطه ایمان به عیسی مسیح خداوند از اون مرگ نجات پیدا کنیم. خداوند ما خدای عشق و محبته که جونش رو برای نجات ما داد و تا به واسطه فیض خداوند بتونیم نجات رو دریافت کنیم. پس بیشتر مراقب قضاوت هامون نسبت به خداوند باشیم، چون جاهایی که حتی ما نمیدونیم خداوند داره در ما و زندگی ما کار میکنه. عزیزان، بهش اعتماد داشته باشیم، بهش ایمان داشته باشیم. هر آنچه که توی این دنیا هست و به داشتنش افتخار میکنیم، اگر که برکت هست در زندگی شما، این رو باید بدونید که خداوند همیشه در برکت های زندگی ما، در نیکویی های زندگی ما عمل میکنه و هیچ چیزی نیست که حقیقتا خودمون اون رو به دست آورده باشیم. خداوندی که زندگی ما رو برکت میده و بعدش اعتماد داشته باشیم و هر چیزی رو هم که داریم تا ابد نداریمش. هیچ چیزی نیست توی این دنیا که تا آخر برای ما بمونه، اما خداوند ابدیه، حضورش ابدی هست. پس تا آخر با اعتماد و ایمان به خداوند جلو بریم. هیچ چیزی توی این دنیا ارزشش از حضور خداوند در زندگی های ما بالاتر نیست، از عشق خداوند نسبت به ما بالاتر نیست. هر آنچه که فکر میکنیم در زندگیمون اهمیتش از خداوند بالاتره که بخوایم نسبت به اون بخوایم رومون رو برگردونیم، در واقع بخوایم قضاوتش کنیم، هر چیزی که فکر میکنیم از خداوند برای ما بالاتره میتونه مثل یک بود در زندگی ما باشه و عملا این رو در زندگیمون میفهمیم که در حقیقت اینطور نبوده، چون همه چیز رو خداوند به ما بخشیده، اون رو به ما هدیه داده. از هر چیزی میتونه باشه. خب امیدوارم که از این داستان هم برکت گرفته باشین و با اعتماد و با ایمان به خداوند جلو برین در زندگی هاتون. و من که خیلی این داستان رو دوست داشتم، یعنی فکر نمی کنم که حتی این بخش رو فراموش کنم، این گنجیش رو با اون لونهی که خراب شده، و خیلی برکت گرفتم. از آن میتونین درخواست های دعای خودتون رو بفرستین همیشه و هر هفته که ما لایو دعا داریم. به طور معمول وقتی که من هستم بیشتر این رو میگم که خداوند جواب تمام دعاهای ما رو میده، اما جواب خداوند به دعاهای ما همیشه بله نیست. بعض وقتا جواب خداوند به دعاهای ما این هست که ما باید صبر کنیم و برای اون چیزی که میخوایم آماده نیستیم. بعضی وقتا جواب خداوند نه هست و نه اون به دلیل اینه که ما از همه چیز آگاه نیستیم
و خداوند از همه چیز آگاهه و اون جواب نه رو به ما میده چون برای ما اون چیز خوب نیست، و بعضی وقتا هم خیلی عالی جواب بله رو به ما میده و اون چیزی که میخوایم رو به ما میبخشه، به ما میده. و اون خیلی یک جمله زیبایی هست که میگه که خدایا به خاطر تمام جوابهای بله که به هم میدی دوست دارم، و ما به خاطر جواب نهایی که به من میدی عاشقت هستم، به خاطر اینکه اون چیزی که به ما میبخشه از روی محبت و اون چیزی که خداوند به ما نمیگه نسبتش از روی آگاهی و حکمته و اون هم برای ما نیکوست. پس درخواست های دعاتون رو میتونید الان برای ما بفرستین، من الان میخوام دعا کنم. اگه درخواست ها رو بفرستین میتونم بنویسم و براش دعا کنم. اگر که نه دوست دارین میتونید درخواست های دعای خودتون رو برای ما دایرکت کنین، یادداشت میکنین و برای درخواست های شما عزیزان در دعا خواهیم بود. و اگر هم که نه به حضور خداوند بریم و دعا کنیم. خداوند و شکرگزارت هستم و سپاسگزارت خداوند، ممنونم برای امشب، ممنونم برای کلام زیبات و این داستان زیبایی که از این کتاب تونستم با عزیزانت به اشتراک بذارم خداوندم. ممنونیم برای عشق و محبتت، ممنونیم برای حضورت، برای صبرت، برای فداکاریت، برای اینکه برای اینکه جونت رو به خاطر ما بر روی صلیب بخشیدی، تا ما صلیب دادی تا بتونیم امروز با تو به واسطه فیض عظیمت بتونیم دوباره در ارتباط باشیم خداوند. خاطر همه اینها شکرگزارت هستیم و سپاسگزارت خداوندم. خداوندم میخوام دعا کنم برای تمام عزیزانی که این لایو رو میبینن و چه بعدن ضبط شده این رو میبینن خداوندم. میخوام دعا کنم که تو در زندگی اونها و در قلب و فکر اونها کار کنی خداوندم، حضورت رو بر اونها مکاشفه کنی خداوندم، تو دردهای اونها رو میدونی خداوند، اگر بیماری سلامتی و شفا باشه براشون خداوندم، اگر در مشکل گرفتارن خداوندم تو قوت اونها باش و اونها رو از اون سختی و مشکل عبور بده خداوندم، اگر در تصمیم گیری گیر کردن تو حکمت اونها باش خداوندم، و آمین که در تمام این کارها و در تمام این اتفاقات نام قدوس تو خدا و جلال پیدا کنه. همچنین دعا میکنم در کشور، برای کشور ایران، برای کشور افغانستان، برای کشورهایی که در جنگ و درد هستن خداوندم، صلح و آرامی تو ریخته بشه خداوندم. دعا میکنم دلها از اسارت آزاد بشه خداوندم و نام قدوس تو در دلها، در خانواده ها جلال پیدا کنه خداوندم و باعث آزادی دلها بشه نام تو خداوندم. و دعا میکنم که مردمی که در واقع تصمیم نگرفتن که در این جنگ ها باشن اما در این جنگ ها گرفتار شدن خداوندم، در امنیت و محافظت و آرامی تو باشن خداوند و صلح و آرامی تو برای کشورها ریخته بشه، و این رو ایمان دارم که اراده تو در نهایت انجام میشه خداوندم، اما این رو ایمان دارم هم که تو خدای محبت، تو خدای رحمت، تو خدای فیض هستی، تو خدایی هستی که عاشق ما هستی و تو میخوای که همه این مردم قلبشون رو، فکرشون رو، وجود و زندگیشون رو تسلیم تو کنن و با تو وارد یک رابطه عمیق بشن تا بتونن در نجات تو عیسی مسیح سهیم باشن خداوندم. نجات تو رو برای اونها طلب میکنم خداوندم، و آمین آمین که چشم ها به روی تو باز، گوش ها به روی تو شنوا و قلب ها پذیرای تو باشه و زانوها در برابر تو خم بشه خداوندم، و تو باشی پادشاه زندگی اشخاص در هر کشوری که هستن، تو باشی پادشاه اونها خداوندم، تا اون نجات ابدی رو داشته باشن خداوندم، تا آزادی ابدی رو در حضور تو داشته باشن. دعای خودم رو طلبیدم در نام قدوس عیسی مسیح با شکر و سپاس و با ایمان، آمین. خب عزیزان، مرسی که تا این لحظه با من بودین و امیدوارم که از این قسمت برکت گرفته باشین. در آرامی و امنیت خداوند باشین. خدا نگهدار. پیروزی هست، آزادی هست، پیروزی در نام تو عیسی، پر جلال است، پر قدرت است، پر جلال تنها نام تو عیسی، چون ترسان شدم جانم خم شود، باز در تو زفر خواهم یافت، آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی، آنگه سرایم، بازم سرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی، آنگه سرایم، بازم
سبسرایم، پیروزی هست در نام تو عیسی.